در زمان این رژیم که فریاد میکردن که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ فعالیتی که ما از زنها میدیدیم این بود که چند تاشون جمع بشن با اون وضع فضیح برن سر قبر رضا خان، اونجا تشکر کنن از اینکه ما را آزاد کردید. چه جور آزاد کرد؟ چه کرد؟ فکر این نیستن که چه آزادی اونها بهشون اعطا کردند و تا چه اندازه اینها میخواستن زنها یا مردها آزاد باشند. بله، اونها یه آزادی را میخواستن. حالا هم این اشخاصی که قلم دستشون است و بر ضد اسلام و بر ضد روحانیت چیز می‌نویسن، همین آزادی را میخوان و اون آزادی است که دیکته شده است از غرب برای به فساد کشیدن جوانهای ما، زن و مردشون. اینها میخوان که آزاد باشن زنها، برای اینکه در مجالس اونطوری که تشکیل میدادند و داشتند برن اونجا و با اون وضع در حضور چشمهای ناپاک مردها اون وضع را درست کنند. این نه آزادی میخوان که هم خواهرهای ما را به فساد و تباهی بکشند و هم جوانهای ما، مردهای ما را به تباهی بکشند. اینها میخوان که همه فحشا آزاد باشند. شبتون بخیر. ما راجع به مسئله حجاب از دیدگاه استاد شهید موسی مطهری بحث میکنیم با حضور فرزند ایشون جناب آقای دکتر علی مطهری. آقای دکتر، شما میخواییم بحثتون رو تکیم بفهمین تا من سوالاتم رو بپرسم. بله، عرض کردم که غربی ها میخوان مسائل مربوط به عفاف رو خیلی ساده جلوه بدن و خیلی تاکید میکنن روی روابط آزاد زن و مرد و حتی ابتدا حرفشون این بود که زنای مرد مجرد و یا زن مجرد این مانعی نداره. بعدها جلوتر رفتن، برتراند راسل گفت که حتی رابطه زن شوهردار با مرد بیگانه یا مرد زندار با زن بیگانه هم اشکالی نداره، چون فلسفه ازدواج این است که اون اعتماد نسلی به اصطلاح باقی بمانه، هر پدری فرزند خودش رو بشناسه و بدانه که فرزندش کیست، هر فرزندی پدر خودش رو بشناسه. و مدعی شد که با این وسائل ضد آبستنی که امروز پیدا شده در اثر پیشرفت طب، خب دیگه این مسئله هم حل شده، بنابراین هر زن و شوهری می توانند در خارج از محیط خانواده معشوقها یا معشوقه های هم داشته باشند، فقط باید تعهد بکنن که فرزندشون از این شوهر قانونی یا از این زن قانونی بالاخره پیدا بشه، بلا صرف رابطه هیچ اشکالی نداره. خب این افراطی که امروز غربی ها در این موضوع دارند، در حالی است که خود همین غربی ها تا سه قرن پیش که کلیسا بر اونها حکومت میکرد، اساساً ازدواج رو یک امر نامقدس میدونستن و تجرد رو یک امر مقدس میدونستن و میدونید که الان هم کشیش ها و کاردینال ها و پاپ ها همه از بین مجرد ها انتخاب میشن و اساساً زن رو یه موجود پلید میدونستن و اینکه یک مردی در تمام عمرش هیچ تماسی با هیچ زنی نداشته باشه، این رو یه عامل قدیس بودن و قداست برمی‌شمردن. میخوام بگم که در یه دوره اونجور افراط میکردن و ازدواج رو هم به این دلیل اجازه میدادن که میگفتن اگر ما ازدواج رو ممنوع بکنیم باعث میشود که این روابط جنسی بیشتر انجام بشه
و این به اصطلاح پلیده بیشتر رواج پیدا بکنه. بنابراین ما ازدواج رو در حد تولید فرزند مجاز می شماریم و الا اصل در این است که همه انسان ها مجرد باشن. خب این ببینید، این افرادی که در اون دوره داشتن رسید به تفریطی که در امروز دارن و به تعبیر امیرالمومنین الجاهل و اما مفتتون او مفرط. آدم جاهل یا تند میره یا کند. حالا اون موقع اونجور تند میرفته، حالا اینجور کند میان. و ما باید به سیستم اسلامی خودمون توجه بکنیم و وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم واقعا هیچ سیستم خانوادگی بهتر و یا نظامی که روابط زن و مرد رو مشخص کرده واقعا بهتر از اسلام ما پیدا نمی کنیم. حالا من در ادامه بیشتر توضیحم. من برای اینکه حالا بحث خیلی شوق جدیدی پیدا نکنه برگردم به مسئله حجاب، راجع به یه آسیب شناسی بکنیم مسئله حجاب رو و بحث بکنیم راجع به اینکه دلیل بعد حجابی امروز چیست. بعضی ها آقای دکتر میگن که شاید اگر حجاب اجباری نمیشد به نفع حجاب بود، چرا که اجبار اخلاق ممکنه تزویر رو ایجاد بکنه. بعضی از خانم ها که اعتقادی به مسئله حجاب ندارن به خاطر یک دستورالعمل و آیین نامه حجاب در واقع پوششی رو انتخاب میکنن و این بدتر ضربه زدن به پوششه و ضربه زدن به حجابه. و اگر حجاب مثلا اجباری نبود به نفع خود حجاب بود. غیر از اون مسئله سیاسی که اول بحث مطرح کردیم که حالا یه عده‌ای حتی با داشتن عفاف درونی برای مبارزه سیاسی با سیستم یا با دولتی تظاهر به بی‌حجابی و حجابی بکنن. نه، من این حرف رو قبول ندارم. ببینید البته این الزام به قول شما ممکنه یک نقاط منفی هم داشته باشه. به هر حال اصل بر این است که هر کسی از روی اختیار و اراده خودش این کار رو انجام بده. ولی ما باید همیشه در مجموع بسنجیم، نقاط مثبت و منفی رو کنار هم بذاریم، به اصطلاح جمع جبری بکنیم، ببینیم که اون نتیجه چه میشه. اگر شما حجاب رو رها بکنید، آزاد بگذارید، اینطور نیست که در یه نقطه خاصی متوقف بشه. یعنی به گونه‌ای باشه که مثلا بگیم خانم ها با همین وضع فعلی بیرون میان، فقط مثلا ممکنه بعضی حالا روسری نداشته باشن. اینجور نیست، مطلب پیش میره و تا زمانی که به اون نقطه انتها نرسیم به اصطلاح آرام نمیگیرند. این یه واقعیتیه، همونطور که اروپا همینطوره. اروپا اگر آزاد هست آیا در یه حد معینی متوقف شده؟ یعنی مثلا حالا همه پوشیده میان فقط یه روسری ندارن؟ نه دیگه، شما میبینید رسیده به دیگه اون آخرین نقطه ها. عرض کنم که و اساسا ببینید یک مسئله هست، مسئله رقابت میان خانم ها. یعنی هیچ خانمی رقابت سر چی آیده؟ ببینید رقابت در همون تبرج خودنمایی که در ذات هر زنی خداوند این رو قرار داده، همونطور که مسئله نظربازی و چشمچرانی رو خداوند در مرد قرار داده. این دو مکمل یک دیگرن. یعنی زن میخواد خودنمایی بکنه، تبرج بکنه، مرد هم میخواد چشمچرانی بکنه. این دوتا باعث میشه که بالاخره اینها به هم علاقمند بشن و بعد بالاخره نسل بشر باقی بمانه. منتها خب خداوند احکامی گذاشته، به زن گفته که جز برای محارم خودت حق تبرج خودنمایی نداری، حق آرایش نداری. به مرد هم گفته تو نمیتونی نگاه توأم با لذت زن بیگانه بکنی. خب این کنترل کرده، ولی در طبیعت بشر این موضوع هست، اونم برای اینکه نسل بشر باقی بمانه. من عرض کردم که یه رقابتی بین خانم ها هست که اگر بنا باشه که یک حجاب استانداردی نباشه این به هیچ حدی متوقف نمیشه. یعنی اگر یک خانومی خیلی آزاد آمد بیرون، بسیاری از خانوم ها ممکنه بگن چرا ما اینجور نباشیم، من که از او زیباترم، چرا او اینطور بیاد بیرون من نیام، او اینجور خودشو نشان بده، تبرج کنه، خودنمایی من نکنم، او هم لذا خیلی زود سرایت میکنه. و من یادمه که اوائل انقلاب که این قانون حجاب پیدا شد، بسیاری از خانوم های کارمند اداره که کارکنان زمان شاه بودن، اینها مصاحبه میکردن و گفتن که